موضوعی دیگر این روزها در ایران بسیاری از بیماران مبتلا به ویژه بیماری های خاص برای تهیه دارو با دشواری های زیادی روبرون. این در حالی که بسیاری از این داروها در بازار سیاه پیدا میشه و این بیماران از سر ناچاری مجبورن داروها رو به سختی و چندین برابر قیمت در بازار سیاه تهیه کنند. در این میان بیماران مبتلا به سرطان از هزینه بالای داروها، شیمی درمانی و تحت پوشش نبودن بعضی از داروها شکایت دارن. مصاحبه داشتیم با عضو خانواده یک بیمار مبتلا به سرطان و مشکلات تهیه دارو در ایران. اینجا هزینه های دارو به شدت بالاست برای بیمه های تامین اجتماعی یا بیمه های سلامت و کسایی که بیمه تکمیلی نداشته باشن واقعا هزینه براشون خیلی سخته، من جمله خانواده خود من که بیمه تکمیلی ندارن و فقط از طریق بیمه سلامت دارن درمانشون رو انجام میدن. اینجا برای هر مرحله باید تمام مدارک پاتولوژی و تمام اسناد هویتی همراهت باشه، هر بار باید تایید بشه. با اینکه واقعیت ماجرا اینجاست که دزدی یا اتفاقاتی که تو زمینه دارو میفته به دست بیماران قطعا نمیفته، ولی ما هر بار باید ثابت کنیم که مثلا بیمارمون از طریق مدارک مثلا تو چه شرایطیه. بعد هزینه هاش و تهیه دارو که تو هر داروخانه پیدا نمیشه واقعا سخته و داروها اکثراً یا چینی‌ان یا هندی‌ان یا ایرانی‌ان که با کیفیت بسیار پایین عرضه میشن و داروها اگر قرار باشه داروهای خارجی باشه، داروهای اروپایی یا آمریکایی باشه، جزء بیمه‌های تکمیلی قرار نمیگیره، جزء تعرفه بیمه اصلاً قرار نمیگیره و هزینه‌اش بسیار سنگین و غیر قابل پرداخت میشه و ما هر بار باید ساعت‌های طولانی توی داروخانه‌ها یا دنبال تاییدیه‌های دارو باشیم. اگر از مؤسسات خیریه هم بخوایم کمک بگیریم که اونها پیش فاکتور میخوایم و اونها هم باز یک پروسه طولانی رو دارن که یه بار باید پیش فاکتور بگیری، یه بار باید ببری داروخانه، دوباره تاییدیه مبلغ رو بیاری به مؤسسه ارائه بدی و واقعا انقدر این پروسه طولانی و سخته که هر بار اونم برای بیماری سرطانی که تقریبا حالا بیمار خودم رو میگم در ماه دو بار باید هر دو هفته یه بار درمان بشه، واقعا این هرفت آمدها و این کارا بسیار سخته. از یک پزشک داروساز در تهران هم درباره وضعیت امروز بازار دارو و دلیل کمیاب شدن و گرانی سرسام‌آور برخی داروها رو پرسیدیم. برای وارد شدن بعضی از داروها به کشور ارز اختصاص داده نمیشه به این دلیل که نمونه مشابه داخلیش وجود داره، ولی متاسفانه از اونجایی که نمونه داخلی پاسخگویی نداره و تجربه پزشکان نشون داده که بیمار بهبود پیدا نکرده، پزشک به بیمار میگه که شما هر جوری که از خارجیش رو پیدا بکنید و در واقع یک کمبودی که وجود نداشته حالا تبدیل به کمبود شده و این چیزیه که به شدت بازار داروهای قاچاق رو گرم میکنه. داروهای قاچاق از خیلی جاها از جمله از ترکیه میان وارد کشور میشن، اینجا توزیع میشن به چندین برابر قیمت و خب در حال یک بار مالی رو به مصرف کننده تحمیل میکنن و همیشه همین نگرانی وجود داره که این دارو اصالت نداشته باشه. ولی در حال حاضر بیشترین کمبود برای یه سری از حالا شاید جمعیتشون کمتر باشه ولی فوریت وضعیتشون جدی‌تره، مثل بیمارانی که بیماران SMA هستن و شرایط بسیار سختی رو دارن، پیشروی بیماری خیلی سریعه و بچه‌هایی هستن که نه تنها سلامتی و کیفیت زندگی بلکه به سرعت جونشون رو ممکنه از دست بدن. و مورد بعدی داروهای آنکولوژی، داروهای درمان سرطان. حالا داروهای درمان MS هم قبلا کم بود که الان بهتر شده، ولی در مورد سرطان قضیه خیلی جدیه. متاسفانه داروهای ایرانی که هستن جوابگو نیستن، کیفیت داروی خارجی رو ندارن، داروی خارجی وارد نمیشه، به شکل قاچاق وارد میشه و با قیمت‌های واقعا خانمان برانداز. یک بسته قرص شما ممکنه 30 میلیون، 40 میلیون، 50 میلیون، 100 میلیون برای مصرف یک تا دو ماه یک بیمار بتونه تهیه بکنه، چیزیه که بسیاری از مردم توان پرداختش رو ندارن.